هرچه که به زمان حج نزدیکتر می شویم بر تعداد کشورهای معترض و منتقد در مورد رفتار، اقدامها و تصمیمهای عربستان سعودی در زمینه حج که به صورت یک جانبه و بدون مشورت کشورهای اسلامی انجام می گیرد، افزوده می شود. در همین راستا پس از گلایه ای ایران از لغو حج تمتع برای زوار خارجی مسئولان اندونزی که خودشان از تشرف حج تمتع انصراف داده بودند از تصمیم سعودی ها گلایه کرده و با توجه به نامشخص بودن زمان مهار کرونا خواستار سال ریزی حج سال آینده شدند همکارم علی اکبری گزارش می دهد. حج تمتع امسال مانند سال گذشته به بهانه شیوع کرونا برای زائران کشورهای خارجی ممنوع شد و هیچ زائری از سایر کشورها امکان تشرف به خانه خدا را ندارد علاوه بر این با توجه به همه گیری کرونا در جهان سعودی ها پروازهای بین المللی را نیز بسیار محدود کردند به همین دلیل حتی رایزنی و برقراری ارتباط مستقیم با متولیان حج در عربستان به سختی صورت میگیرد. پس از لغو حج تمتو برای زائران خارجی مسئولان حج ایران نسبت به این تصمیم سعودی ها واکنش نشان دادن و با توجه به نبود زائر ایرانی در عربستان از این امر گلایه کرده و خواستار سهمیه برای زوار ایرانی در حج سال جاری شدن حتی به گفته علی رضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت ایران مکاتباتی نیز با طرف سعودی در این باره صورت گرفته تا به نوعی حقوق ایرانیان در حج تمتع تضییع نشود البته با توجه به شرایط عربستان به طور حتم سعودی ها با درخواست ایرانیان برای پذیرش زائر در ایام حج موافقت نخواهند کرد با این وجود مسئولان ایرانی در تلاشند که حج تمتو که یک مناسک دینی و برای همه مسلمانان است منحصر به تصمیم یک کشور نباشد علاوه بر ایران اندونزی نیز که بیشترین سهمیه حج تمتع را به خود اختصاص داده هم سال گذشته و هم امسال اولین کشوری بود که به دلیل روشن نبودن وضعیت حج تمتع از سوی سعودی ها و همچنین شیوع کرونا از حضور در حج تمتع انصراف داد تا جایی که سال گذشته قبل از اعلام سعودی ها مدعی شدند که به دلیل ناتوانی عربستان در برگزاری حج تمتع زائران اندونزیایی در حج 1441 حضور نخواهند یافت امسال نیز اندونزی تنها کشوری بود که از حضور در حج 1442 انصراف داد کشور اندونزی با سهمیه بالغ بر 220 هزار نفر یکی از کشورهای اثرگذار در حج تمتع به شمار می رود. مسئولان وزارت دین اندونزی امسال نیز با وجود اینکه خودشان از حضور در حج انصراف داده بودند از تصمیم سعودی ها گلایه داشته و خواستار بررسی وضعیت حج از سوی عربستان شدند با توجه به نزدیک بودن زمان حج و نبود زمان مناسب برای برنامه‌ریزی کشورها مسئولان اندونزی اعلام کردند که پس از پایان حج به عربستان سفر خواهند کرد و این نگرانی و گلایه را نیز به صورت حضوری با مسئولان حج عربستان در میان میگذارند یاقوت خلیل قماس وزیر امور دینی اندونزی شهریور سال جاری به این کشور سفر می کند. در این سفر قرار است با توجه به نامشخص بودن زمان مهار کرونا برای برپایی حج تمتع سال آینده برنامه ریزی صورت گیرد تا عربستان دیگر به یک باره برای لغو حج تمتع برای کشورهای خارجی تصمیم گیری نکند. بلکه به صورت جمعی با کشورهای اسلامی این موضوع را بررسی کند به گفته منابع آگاه این امر در نامه اخیر مسئولان دین اندونزی به متولیان حج عربستان نیز عنوان شده است و سعودی ها بی توجه به آن همچنان برنامه های قبلی خود را دنبال می کنند. به گفته مسئولان وزارت دین اندونزی زوار این کشور دو سال است که از تشرف به خانه خدا محروم هستند و ممکن است عربستان سال آینده هم بر اساس شرایط حج را مانند دو سال اخیر لغو کند به همین دلیل باید مذاکراتی صورت گیرد تا این روند سال آینده تکرار نشود و حداقل ای از هر کشور به حج اعزام شده تا عدالت رعایت شود همچنین برخی از مسئولان این کشور خواستار اتحاد کشورهای اسلامی برای جلوگیری از تصمیم متولیان سعودی در زمینه ی حج تمتو شدهاند